در رابطه به پرسش شما مبنی بر اینکه چگونه رفتار حضرت پیامبر که طبیعتاً مبتنی بر رویکرد عقلانی بوده و چقدر میتونه این عقل سازگاری و تناسب و تعامل با وحی داشته باشه، در ادامه فرمایش های جناب دکتر، اساساً عقل به تنهایی از در منظومه فکری اسلام عقل به تنهایی ناقص است. منبع معتبر و دقیق دیگری به نام وحی میای مکمل عنصر عقل میشه و وقتی که از این منظر با رابطه عقل و وحی ببینیم که عقل در عین حال که یکی از منابع معتبر و متقن برای شناخت و معرفت هست، چنان که امروزه در مبانی دینی در کنار سایر منابع یکی از منابع معتبر برای شناخت دین عقل مطرح میشه، در کنار این با تمام احترام و با تمام ارجی که دین نسبت به عقل به عنوان یک منبع معتبر قائله، چنان که جناب دکتر اشاره کردن در قرآن آیات متعددی است که بشریت را فرا میخوانه به تدبر، تعقل، تفکر، باز هم به دلیل اینکه حوزه کنشگری عقل محدود است و با توجه به اون اهداف متعالی که در راستای خلقت بشر هست و بشر بر اساس فرموده خداوند که فرمود انا لله و انا الیه راجعون یک مسیر متعالی را باید طی بکنه، فلسفه آفرینشش در این دنیاییه که با استفاده از ابزار و امکانات موجود در این دنیا خود را به اون هدف متعالی خلقتش که رسیدن به خداست طی بکنه، در این مسیر پرپیچ و خم و ماوراء الطبیعی عنصر عقل کارایی لازم نداره. عنصر عقل در راست و رست و در ردق و فتق امور دنیایی کارکرد خود داره، اما چون بناست ما از این دنیا پل بزنیم به سمت اون مقصد متعالی خود، لذاست که در رسیدن به اون مقصد از این مبدأ عقل میلنگه. وقتی که چنین بود یک مکمل نیاز داره که اون مکمل در قالب وحی آمده و در خدمت بشریت تا دست و بال و بغل عقل را بگیره و ای را بکشانه به سمت اون هدف. با توجه به این اصل اساسی در منظومه فکری اسلام، کنش هایی که حضرت پیامبر داشتن، میتونیم مجموع کنش های حضرت پیامبر را در دو حوزه دنیوی و اخروی ما را تفکیک بکنیم. اون کنش هایی که در حوزه دنیوی بوده دقیقا مبتنی بر عقلانیت محض است که امروز هم مطرحه. یعنی حضرت پیامبر در عین حال که متصل به وحی است، متصل به یک منبع معرفتی بسیار بالایی هست، همواره در پیشبرد امور دنیایی خودش کنکاش عقلی میکنه، دو تا چارتای عقلی میکنه، محاسبات عقلی میکنه، از طریق مشوره، مشاوره، تعقل، تفکر، تمامی استراتژی ها و پلان های عملیاتی خود را بر از این مبنا عیار میکنه که نشاندهی چیست؟ نشاندهی پابندی شخص حضرت پیامبر به این منبع معتبر و معید شرعی. اما در امور ماورای این مسیر که اقداماتی که در راستای رسیدن به او هدف متعالی هست، در اونجا ما میبینیم که چون حوزه کاربرد و کنشگری عقل نیست، لذا حضرت پیامبر متکی به وحی میشه و دست توسل به وحی دراز میکنه. و چون طبق سخنان اولیم که رابطه این دو، رابطه عقل و وحی، یک رابطه تکاملی است،
یعنی وحی آمده ممد عقل باشه، همکار عقل باشه و ایره راهنمایی و ارشاد بکنه. اقدامات حضرت پیامبر در این مسیر آمیخته از هر دوتاست، هم مبتنی بر ارشادات عقلی است و هم مبتنی بر دستورات وحیانی است. در نتیجه ما شاهد یک نوع هماهنگی و همسویی کامل در تعامل بین عقل و وحی در کردار سیاسی حضرت پیامبر هستیم و آنچه که در دنیای و اخلاق مداری و اخلاق محوری که در کلیه کنش های حضرت پیامبر بروز و نمود پیدا میکنه، باز هم منشأ میگیره از همین تعامل همه جانبه عقل و وحی. چون سیاست در منظومه فکری، چنان که استاد هم اشاره کردن، در منظومه فکری اسلام سیاست رسالت داره که در کنار آباد ساختن دنیای مردم، مسیر آخرت و اقبار هم هموار بکنه. وقتی که سیاست ورزی ها و هدف سیاست چنین باشه، طبیعتا نیازمند هست که اون اصول و ارزش هایی که در وحی مطرح هست، او باید در رفتار و کنش سیاسی نمود پیدا بکنه. که اگر ما خلاصه بکنیم، کلیه الزامات و بایسته هایی که وحی وادار میکنه به انجام و عملیاتی کردن، او در قالب کلیت به نام اخلاق بروز میکنه. یعنی کردار اخلاقی حضرت پیامبر در عرصه سیاسی در واقع نمود و تبلور و تجسم آموزه های وحیانی است. وقتی پس تلازم عقل و وحی در کردار سیاسی حضرت پیامبر، یک برایندش چیست؟ برایندش اخلاق مداری و اخلاق محوری کردار حضرت پیامبر است. حالا در دنیا و در شرایط امروز که با تأسف ما فاقد عنصر اصلی اخلاق هستیم، که این هم ریشه در فقدان مبانی تئوریک و مبانی هستشناسی در رابطه با سیاست و حکومت است. چون نوع نگاه ما به سیاست و به حکومت خیلی سطحی، پیش پا بینانه و آبکی شده، لذا او مبانی عمیق و بنیادی و تفکرات و دیدگاه متعالی را کنار گذاشته، در نتیجه به طور خودکار عنصر اخلاق هم کنار گذاشته شده. و کنار گذاشتن عنصر اخلاق که تنها ممیزه تفکیک رفتار انسانی و حیوانی است، وقتی به کنار گذاشته میشه، ما شاهدیم که رفتار و کنش‌های سیاسی سیاستمداران امروزی که فاقد و منهای اخلاق و اخلاق اسلامی مشی و قدم برمی‌دارن، هیچ تفاوت با کنش یک حیوان در جنگل ندارن و بحران اخلاقی هم محصول همون برداشتن تنها ممیزه رفتار انسانی از حیوان است. حالا پس ما در یک انحطاط و در یک بحران که منهای اخلاق و طرد و حذف اخلاق از رفتار سیاسی قرار گرفتیم. دقیقاً درمان این درد که کلیه بشریت را به یک نحوی درگیر کرده، درگیروی الگوبرداری دقیق و درست از کردار اخلاق مدارانه حضرت پیامبر است. چرا؟ چون که در این کردار وحی و عقل مکمل همدیگر، دوشادوش همدیگر هست، که نتیجه و برایند این هماهنگی و همدوشی بروز و ظهور اخلاق هست. وقتی که این الگو سرلوحه کارکرد و رفتار و منش سیاستمداران در عرصه سیاسی قرار بگیره، دوباره این کاروان بشریت در ریل اصلی خود و در مسیر اصلی خود قرار میگیره و ما شاهد خروج از این وضعیت بحران اخلاقی خواهیم بود.